آقای چمنارا خوش آمدید، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده. هر وقت که خواستید اون نامه رو من نشون میدم، میخونم. نامه بود که آقای ضیا صدر اشرافی نوشته بودن و بحث ما اینجا شروع شد که من نوشته بودم دوشنبه برنامه ندارم، چهارشنبه برنامه دارم، روز بزرگداشت یا مموریال دی هست. شما سوالی رو مطرح کردید که اگر در این روز یه نفر به واشنگتن توهین کنه، به اینایی که سکریفایس کردن توهین کنه، آمریکایی به این چی میگه؟ گفتم من آمریکایی رو نمیدونم. آمریکایی بی سواد باشه فوشش میده، شیشه آبجو بهش میزنه، با ماشین میره روش. با سواد باشه میگه خب این نظرشه. از منم اگه میپرسین، چون من دارم ادای دموکراسی رو در میارم و میخوام یاد بگیرم، منم میگم خب این نظرشه، بذارید بگه. آقای چمنارا هم بگه، سربی هم بگه، مردم به اصطلاح قضاوت کنن. این شما و این هم مردم. بفرمایید. درود بر شما و خیلی متشکرم از این فرصتی که به من دادید که خدمتتون باشم. عرض کنم داستان از اینجا شروع شد. خانم دکتر جیلانی یک در فیسبوک شما یک مطلبی رو نوشته بودن و سوال کرده بودن که چرا ما ایرانیان اینقدر تو سر هم میزنیم، و بنده در عنوان کامنت یک شرح مفصلی نوشتم، کامنتی که دو خط نبود بلکه حدود 10-15 خط بود، که آقا علتش هم اینه که ما یک مملکت هستیم که اگر میخواید تجسمش بکنید از این قراره که حدود 80 میلیون نفر زندانی هستن و یه 5 میلیون هم بیرون زندان. این 80 میلیونی که در زندان هستن یک سری زندانبان دارن که اینها رو استعمار میکنن، تو سرشون میزنن. خب اینا هم دیگه تو زندان هستن، یک دیوار بتونی بینشون هست و اون دنیای آزادی دیگه میتونن بیان بیرون و نمیدونن بیارن بیرون. یه 5 میلیون هم بیرون هستن، اینها هم هی دارن میگن که آقا شما زندانی ها چرا انقدر بی ارزه هستین، نمیدونم کاری نمی کنید، اینا ما اینجا هستیم چه کار میتونیم بکنیم، شما رفتید بیرون. اینا هم آمده بین خودشون یک اپوزیسیون به اصطلاح درست کردن و من بارها گفتم که اپوزیسیونی اصلا وجود نداره، چون اپوزیسیونی باید پول داشته باشه. شما بدون اپوزیسیون بدون پول که نمیتونی کاری بکنی. اینه شما در اینجا هم به خوبی میبینید، یارو که پول نداشته باشه اصلا نمیتونه وارد مبارزات انتخاباتی بشه در این دنیای دموکراتیک. در اینجا فقط ما شاهزاده رضا رو داریم و فرقه رجب که این دو نفر هم دارن فعالیت خودشون میکنن. حالا دیگه اونم نمیخوام، اونم که توی خارج هستن باید بیان اینه قبول کنن که وقتی که در زندان یک جنبشی پدید خواهد آمد که طبق قوانین پولیتیکال ساینس این اتفاق خواهد افتاد، حالا به اعتقاد من توی کتابی که نوشتم در سال 2020 این اتفاق خواهد افتاد، باید اینه بدانن که اون 80 میلیونی که در ایران هست باور کنید 90% چون اصلا این 5 میلیون نه این که راندن ایران، اصلا قبولشون ندارن به عنوانی که یک سمتی در حکومت آینده ایران بهشون بدن. یک حالت بخاری وقت این 5 میلیونی که خارج هستن همهشون آمدن یه 30-40 نفر دور هم جمع شدن، شورا درست کردن، جبهه درست کردن، کنگره درست کردن، با هم کنفرانس میذارن، نمیدونم همه فکر میکنن که آقا همونطوری که شما تو برنامه تون گفتید که دولت جمهوری اسلامی الان منتظره که اون مثلا 50 نفر بیانه، نه آقا اینا نشستن با هم حرف میزنن. خدا پدر دانکی شده بیاموز، اینه بارا من گفتم لاغل یه شمشیر چوبی دستش میگیره بینه هیچی نداره. تنها کاری که ما در خارج از مملکت ایران میتوانیم انجام بدیم، ما به اصطلاح خارج نشینان، اینه که با هم بگیم بعد از این که اون جنبش در ایران در سال 2020 اتفاق خواهد افتاد،
ایران چه قانون اساسی باید داشته باشه. اینه، من 10 سال 12 سال دارم، هر کس هر جایی هم که رفتم، تو هر کنگره بودم، هر جای پیک بودم، تا اومدم گفتم هر وقت قانون اساسی بودم، آقا برو به کارت، ما اول باید این رژیم سرنگون بکنیم. اون پدر آمرزی ها چطور میخوایی این رژیم سرنگون بکنیم؟ باید شعار مملکت در داخل ایران بشه قانون اساسی. تغییر رژیم فایده ای نداره، چون وقتی شما هر وقت تغییر رژیم میزنید یعنی که آقا باید سپاه منحل بشه، بسیج منحل بشه، وزارت دادگستری منحل. نه خیر، قانون اساسی شما منحل عوض کنید، همه اینها قانون اساسی مثل یه ظرفه، اون مملکت اون ملت به صورت اون ظرف فرم میگیره. شما قانون اساسی عوض کنید، وقتی که دین از حکومت جدا باشه، همه مسائل تقریبا 90% مسائل حل میشه. بنابراین در طول تمام این مدت تنها کسی که یک دفعه منو به هیجان آورد آقای دکتر نصر احمدی بود که در مورد قانون اساسی صحبت کرد. ایران اصلا به اصطلاح ناپیدام شد دیگه، با ما بحثی هم با هم نداریم، با هم دوست هستیم دیگه، دنبال نکردیم این موضوع. حالا در این بلبشو برای در این بلبشو که ما سعی میکنیم ملت را آماده بکنیم برای پذیرش یک قانون اساسی سکولار به امید پروردگار روزی در ایران فرما بشه، برای اینکه این مملکت ما دوباره به اون حالت برداریم، باید اجتماع یک حالت هویتش بهش برگردانیم. یعنی کاری که این رژیم در 37 سال گذشته کرد، یعنی چه کار کرده؟ تاریخ از بین برده، مردم به جان هم انداخته، هویت از بین برد. هویت ایرانی سه عامل داره. یکی آموزه های زرتشتی. این الان میگم فورا فکر نکنید که من زرتشتی هستم، نه، من یک مسلمان متعصب که نه، ولی قلبا مسلمان هستم و چندین قرآن هم نوشتم، یعنی منتشر کردم. آموزه های زرتشت یعنی همین پندار و گفتار و رفتار نیک. دوم تاریخ هویت ما که بنیانگذارش در طول تاریخ که میشه گفت که نویسنده قانون اساسی اون تفکر ایرانی بوده، کوروش کبیر بوده. و سوم کسی که زبان و هویت بعد از اعرابی که همه چیز از بین بردن به ایران آوردن، فردوسی، شاهنامه فردوسی بود. یعنی این سه چیز برای من عامل اصلی هستند برای اینکه بتوانیم روزی قانون اساسی در این مملکت ایران ما شعار ملت بکنیم. یعنی اینکه زنده باد و مرده باد، مرگ بر این، و ما میخواییم همه آخوندار دار بزنیم. ناجو کار به جایی نمیبره. اتفاقا یه چیز به شما بگم، اصلا آخونده عاشق همچی چیزی هستن که شما بیایید بگی آقا ما اگر به قدرت برسیم میخواییم شما رو همه تونه دار بزنیم. و الان توی مملکت ایران لاغل حد اقل اقل درست خود دولت جمهوری اسلامی که 90% مردم به اصطلاح هیچ علاقه ای به دین ندارن، ولی همین رژیم حد اقل 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 30% طرفدار داره. آقا یعنی شما میخوای چیکار کنیم؟ میخوای 20 میلیون نفر رو به اعدام کنیم؟ رژیم عوض کردن فایده نداره، قانون اساسی عوض کردن. حالا اینه داشته باشید، در این بلبشو که ما میخوایم هویت ایران رو دوباره مردم به هویتشون آشنا بکنیم و اینها بیان هویت از دست رفتهشون دوباره زنده بکنیم، ما میبینیم یه ده پانتورانی که البته این پانتورانی فرق میکنه با پانتورک، یعنی چون توران و ترک، آذربایجان ترک هست، اینایی که در ترکیه هستن ترک هست، تورانی هستن، یعنی اینها اصلا وجود خارجی نداشتن تا قرن ششم میلادی، یعنی در تاریخ اصلا چیزی به نام ترک وجود نداشته. این بحث است که نکته یکی است که با پانتورانی های رفیق ما میخوایم صحبت کنیم.
یعنی اولین علائم تاریخی اینها در زمانی بود که چینی ها واقعا امپراتوریشان ناراحت بودن از این راهزنی هایی که این تورانی ها می کردن، دیوار چین درست کردن، بعد از اون اسم تورانی ها و ترک ها آمد. در افسانه های ما هم که بله همینه که آقا فریدون دنیا رو تقسیم کرد به سه قسمت، اون غرب و مغولستان و اینجا رو داد به تور یعنی شغال که حالا اینا گرگ کردن سمبول جان، که اینقدر نفهمن که نمیدانن باید شغال سمبول جان باشه نه گرگ. اروپا هم داد به سلم و ایران هم داد به ایرج و این دعوا در طول تاریخ افسانه بین تورانیان و ایرانیان و اروپایی ها که روم با بهش میگیم وجود داشته. این حالا اینه داشته باشید، اسمی از ترک اصلا وجود نداشته در تاریخ تا اینکه اعراب یادم رفت اینه بهتان میگیم یکی از نصایح اسکندر به یکی از نسای ارسطو به اسکندر این بوده که آقا وقتی که تو ایران فتح میکنی، وقتی که ایران فتح میکنی این از بینش نبر، چون اینها ایرانی ها مردمان متمدنی هستند و اینها رو تو باید تمام بزرگانشونه بیاری توی حکومت که اینها بتوانند روم در مقابل هجوم اون بربرهای ترک محافظت بکنن. و همین کاری هم بود که اسکندر کرد بعد از اینکه اینا سلوکی ها را درست کرد و سلوکی ها هم بعدن ایرانی شدن. یعنی ما از این افتخاراتمون یک سلسله سلوکی 200 ساله است که بعد توسط اشکانیان سرنگون شدن، بعد از 500 سال ساسانیان آمدن. حالا منتها چطوری ترک ها به این طرف راهشان باز شد؟ بعد از اسلام بود. یعنی کاری که اسکندر نکرد عربا کردن، یعنی عربای بیابانگرد آمدن ایران را فتح کردن، بعد رفتن به طرف شرق من جمله همین تاجیکستان و قزاقستان و اینها که اینا ترک ها اونجا مغولستان همه رو فتح کردن و بعد اسرای اینا رو آوردن، بچه هاشان هم آوردن برای بچه کارهای جنسی خودشان و زناشان هم آوردن و به این ترتیب راه اینها از 1400 سال پیش باز شد. گذشت و گذشت تا این که ما میرسیم به حمله چنگیز مغول، یعنی حدود 800 سال پیش. 800 سال پیش چنگیز مغول، خب که داستانش حالا چنگیز هم که حالا یکی از قهرمانای این پانتورانیا شده چنگیز خان مغول، حالا میرسیم به اونجا که همین پانتورانیا میرن در تلویزیونای لس آنجلس تعریف میکنن که بله چنگیز خان چه آدم بزرگواری بود و نمیدونم تفسیر ایرانی ها بوده که راه باز میکنه و میدونیم که میاد خلیفه ره. یکی از فقط تنها نعمتی حالا بنای کشتن میلیون ها انسان بیگناه و سر بریدن هایی که توسط ترکان مغول انجام شد که 100 درجه بعدتر از مسلمان های تازه مسلمان های عرب بود، یکی از خواستش این بود که آمد این خلیفه ره که ما حتی ما ایرانی ها فکر میکردیم که فرستاده خداست کردش تو گونی هرچه کنه نه آقا اینه نکش، اگه بکشید آسمان باز میشه، نمیدونم همینطور میگوده این فرستاده خدا از طرف خدا نمیدونم. همه آقای که مصباح یزدی که میگه که آقای خامنه ای از طرف خدا نیابت داره و امام از یه حرفا مثل همین موقع بود، اون موقع دیگه خیلی فنتیک بودن روی مسائل که آقا این مغول گرفت اینه انقدر کتکش زد توی همون گونی که پیچیده بودن تا اینکه مرغو ببرمان هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از همون 800 سال پیش تا 500 سال پیش تا 200 سال پیش همین مغول هایی که از اونجا آمدن به نام ترک آمدن تمام اعراب کردن مستعمره خودشون شدن خلیفه و نمیدونم بعد رفتن حکومت عثمانی درست کردن. تا این اواخر این پان ترک ها میگفتن آقا تمام دنیا انیشتن هم ترک بوده، نمیدونم حضرت آدم هم ترک بوده که ما به صورت جوک میگفتیم آقا خب حالا آدم شده ولی اون موقع ترک بوده. حالا بگذاریم، آذربایجان یعنی قلب ایران، یعنی سر ایران، یعنی همه چیز ایران. حالا به علت مجاورت با این ترک های قز یا ترکای شیبانی یا ترکای مغول که داریم میگیم،
این زبان، زبان فارسی یه قاطی پاتی شده که زبانشان شده زبان اسمش گذاشتن ترکی. بنابراین با فقط برای این عرض کردم خدمت، اگر که من این حرف میزنم دوستان ترک ما باید بفهمن که پان ترک، ترک یعنی آذری نه ترکیه. اتفاقا تا حدودا تا 7-8 سال پیش اینا همین ادعا را داشتن که آقا همه قبایل دنیا، حتی آمده میگه که آقا هانگری، همین دوست خود ما هانگری ترکه. بابا اینها بربرهای اروپا بودن که رومیا از دست اینا دیگه خسته شده بودن، انقدر اینا میآمدن روم غارت میکردن، بردن اینا رو برداشتن بردن یک منطقه به نام هانگری، قسمتی که الان مجارستان هست هانگری، گفتن آقا شما اینجا بشینیم، ما بعدا خانه میسازیم بهتون، همه کمک‌ها رو میکنیم، شما دیگه خواهش می‌کنیم دست از سر این روم برداری، اسمش رو هانگری. حالا آقا آمده داره به من میگه که آقا هانگری هم ترک بوده، خزر هم ترک بوده، نمیدونم حضرت آدم هم ترک، همه ترک بوده. تا همین چند وقت پیش آمدن یک تست دی ان ای در ترکیه کردن که ببینن اینها نژادشون چی. آقا نتیجه دی ان ای تست ترکیه از این قراره که اینها فقط 15%شان ترکای مغول هستن که اینا ادعا میکنن که ما تمام دنیا بودیم، 40%ش ایرانیه، یعنی ژن ایرانی داره، حدود 35%ش ارمنیه. و واقعا هم همین بود، یعنی یعنی ارمنستان اگه شما نگاه بکنید قبل از دولت عثمانی اینا همش ارمنی رو کشتن، همه نسل کشی ارمنی ها رفت اینا قبول نداره. آقا رفته تو تلویزیون رفیق ما داره میگه که آقا اصلا این نسل کشی دروغ، اگر راست میگن دولت ارمنستان هم بیاد مدارکش رو بکنه. ببینید علت اینی که من خواستم که بیام به خاطری که اصلا شما اگر فرض دارید آقای ضیاء صدرالاشرافی در گوگل سرچ کنید، به فارسی بنویسید، میبینید تمام داستان اینا، ایشان 72 سال سن داره، 3 سال از بنده بزرگتره، بنابراین احترام سنیشه قبول دارم و همیشه به ایشان احترام گذاشتم، حتی یه موقع ایشان ابرمرد خواندم و گفتم آقا شما آقای نوری علا بیایید با هم در مورد یه قانون اساسی توافق بکنید، که اینم باعث خنده آقای دکتر نوری علا شد که آقا چطوری از ما میتونیم باشینیم با آقای صدرالاشرافی صحبت کنیم. بنابراین همیشه ایشان همونطوری که از اسمش معلومه از خانواده اشرافی بودن. منتها بنده نمیدانم زرتشتی ها چه هیزم تری به ایشان فروختن که ایشان داره میاد یک موضوع کاملا مستند سندداری که حالا بعدا خدمت در عرض میکنم منکر بشه، بگه آقا اصلا زرتشتی وجود نداشت، یه اسطوره است و این زرتشت اصلا زمان سعدی درست شده. این حرفی که دارم میزنم تمام سخنرانیاشون تو یوتیوب شما سرچ کنید، یا این که همون که سیاست رو نشا بینید که همش هست، 50 تا برنامه ایشان در مورد دین زرتشت و کوروش و بهائیت و یهودیت و مسیحیت و اخیراً هم اسلام در تلویزیون مردم داشتن که بنده حتی اجازه نداشتم یک بار به ایشان جواب بدم. تنها کاری که من کردم یه قرآن راستینه برایش نمیشم کنم. جناب زرتشتی شما بعدا وقتی وارد وحدت دین اسلام شدید لطفاً یه نگاهی هم به این قرآن بکنید و بیاین این قرآن نقد بکنید، ما با هم در مورد این صحبت بکنیم، که ایشان نمیکنه این کاره به خاطری که به اصطلاح به نفعش نیست، متوجه هستید. حالا ایشان آمده در طول تمام این برنامه، اینه که سرچ کنید شاید بگم 1000 که نه، ولی 100 تا 200 تا برنامه توی این مدت 20 سال گذشته دارن، در تمام طول این مدت ایشان منکر زرتشته، کوروش جنایتکار بوده، تمام پادشاهان هخامنشی خونخوار بودند، شاپور سلکتاف این کار کرده، این کار کرده، و آقا این چرندیات ایشان میاد 20 برنامه تمام ادیان به لجن میکشه، یعنی برمیداره کتاب پرمحتوای
شجاع‌الدین شفا، شادروان شجاع‌الدین شفا، که اگر میخواید واقعا دین نقد بکنی برید اون کتابه بخونید. اینا رو برمی‌داره یکی یکی، هیچ همین آقا سوره نساء اینو گفته، اون اینو گفته. آقا این دور زمانه اصلا ریسرچ کردن این چیزا خیلی ساده است. شما بیایید برید گوگل تمام اینا بذارید، بعد دانلود بکنید قرآن، هر کتاب دینیه شما نگاه کنید، بعد سرچ کنید، هر چیز بدی بخواید در مورد اینا پیدا کنید اونجا هست. اینا بعد وقتی که همه اینا رو به لجن کشی، بعد میاد میگه که آقا مزخرفات شاه، مزخرفات اینها خیلی خیلی از مزخرفات شاهنامه بهتر. خب ما اگر اینجا بشینیم حرفی نزنیم، اون میگن آقا ایشان بنده یه مهندس هستم، اصلا در نظر سواد و معلومات و تحقیقات تاریخ اینا به پای ایشان نمیرسن. ولی آقا داستان زندگی آقای سرور اشرافیه ببینید، ایشان بلند میشه از وقتی که جوان بوده و فارغ التحصیل دانشگاه تبریز میشه، نمیدونم برای کشاورزی میرن فرانسه، در اونجا در دانشگاه سوربن دکترا میگیرن و بعد چه میرن کانادا و اینا. در طول تمام این مدت شما یک چیز خوب در مورد اینم که آقا بگه آقا توی تاریخ 4000 ساله 6000 ساله ایران یه آدم خوبی هم بود که بهبه و چهچه هم زنیم، یه موقع هم یه حرفی از مصدق میزنه که بله شادروان مصدق. و علت من عصبانی نیستم، اصلا نمیخوام از ایران اعتقاد بگیرم، ولی میخوام بگم که آقا ما برای این که بتوانیم این رژیم در یک موقعیتی تغییرش بدیم و برگردیم، باید هویت خودمون رو بازنگری بکنیم. و این سه تا عامل، یعنی آموزه‌های زرتشت، مملکت داری کوروش کبیر و شاهنامه فردوسی، سه تا تولز ما هستن که شما کار شده در 20 سال گذشته تمام میره. آقا فقط از هرودوت یه جملهش پیدا میکنه و بر اساس اون یه جمله میاد یه نقاشیه 200 سال پیشه در هلند میاره اونجا میگه نگاه کنید بله هرودوت اینه. بابا هرودوت اینه گفت، اصلا خود هرودوت همه میگن یک تاریخ نویس دروغگو. وقتی که شما سرچ میکنید نه در چیز فارسی، حالا فارسی رو نگاه کنید، ما چیز به اصطلاح ناسیونالیستی نداریم، شما چیز انگلیسی بخونید، اصلا میگن تیلز آف هرودوت، یعنی افسانه های هرودوت. هرودوت 100 سال بعد از کوروش بوده، در زمان خشاشا و داریوش و اینا، و این هیزم تری که اون پادشاهانی رو به رومیا و یونانیا فروختن، این باعثه که اصلا یک جا نمیبینی که اصلا این از امپراتوری ایران صحبت کنه، همیشه به بربرهای ایرانی در تمام صحبت هاش. اینه که حتی خود غربی ها هم هرودوت به عنوان یک تاریخ نویس قرار ندن، چون تمام حرفاش قرار نویسه. حالا این در این حالی که از کوروش تقدیر میکنه، بعد مرگشه یه طوری توصیف میکنه که اینه یه آدم خونخوار. شما نگاه کنید این کوروش ما، حالا من اصلا ایرانی نه، تمام دنیا کوروش قبول دارن، تمام دنیا به لوحه کوروش بنیانگذار حقوق بشر میدونه. ایشان تو موضوع میام که اصلا اون موقع بشری وجود نداشته باشه که حقوق داشته باشه. چیه حقوق بشر از موقع شروع شده که رنسانس داریم؟ حالا میگیم بابا بله اون موقع اصلا هیومن رایت وجود نداشته، قبول داریم، ولی آقا همین یک سال پیش اون خاکستری که اسکندر کبیر یکی از دوستدارانش ایشان هستن روی تخت جمشید ریخت، 2000-3000 لوور از حالت گلی تبدیل کرد به سنگ. به این برای امروز ما بعد 2500 سال باقی مونده که رفتن اینا رو خواندن، مال 2200 سال پیشه آقای سرولشرافی، اینها رو یکی یکی خواندن. برید آقا ایشان یکی از حرفایی که میزنه همیشه وقتی که استدلال خودشه میگه، میگه عقلم خوب چیزیه، یعنی مثلا یه آدمی مثل من عقل نداره. اوکی اب نداره، ما آدم ناعقلی هستیم در مقابل شما، ولی من میگم که آقا شرف و وجدانم چیز خوبیه. این لوحه ها رو شما برید بخارید، در این لوحه ها نوشته که آقا زنها اینجا آرشیتکت اینجا بودن،
اینجا از کارگران مصری نمیدونم حتی مغولی درسته و این حقوقشان بوده و این نمیدونم چون نوازندگی میکردن حقوق بیشتری میگرفتن، یعنی یه چیزهایی تو این لوح نوشته شده که شما اگه بخواید قانون اساسی برای ایران بسید باید به این لوح رو نگاه بکنید. آقا ما یک دفعه گفتیم که آقای سرالاشرافی یه ایمیلی برستدم که آقای سرالاشرافی شما بنیانگذارهای قانون اساسی آمریکا الهامشان از گزنفون بوده، یعنی همون نوشته های سیروپیدیا بوده و به خود نوشته خود جفرسون و به شما هم آقای سرالاشرافی گفتم برید توی اسمیتسونیان نگاه کنید. آقا ایشان الان یه ویدیوش هست، جواب آقای صدرالاشرافی به سهراب چمنارا، آقا ما اینه گفتیم. آقا شما یک ساعت ایشان صحبت کردن اصلا جواب نداد. فکر کردید که دوستان بد و بیراه به ما گفتن، آقا مخلص شما هم هستیم، ما کوچکتر هستیم که با یک صدر اشرافای تبریز و آذربایجان اصلا بخوایم طرف صحبت بشیم. قرض این که ما گفتیم آقا خب بالاخره یه نفر باید به ما یه فرصتی بده که ما بیایم یه 100 دلار 200 دلار به یه جایی بدیم. خب بهتر از این آقای سربیه کجا گیر میاریم؟ یه نفر پیدا شد والنتیر شد که آقا شما بیا یه چهار کلمه در مورد آقای پانتورانینا به طور کلی، نمیخوام در مورد آقای صدرالاشرافی زیاد صحبت کنم چون اینشان دار و دستشان حدود 20-30 نفر بیشتر نیستن، هم استادای دانشگاه های خیلی چه بخواد که از 15 سال پیش به این نتیجه رسیدن که اصلا تجزیه ایران محاله. یعنی هیچ قدرت اگر روس و آمریکا هم بخوان با هم متحد بشن که ایران رو تجزیه بکنن، ممکن هم از 1 میلیون نفر سرباز بذارن یه جای مثلا یه حکومت چیزه، ولی ایران تجزیه بشون به خاطر که این ایران یک فرش هزار رنگه، از ترک و کرد بگیر تا لور و بلوچ و قشقایی و نمیدونم مازندرانی و گیلکی و اینها، اینها با هم مثل فرش هزار رنگ به هم گره خوردن. اینها رو شما نمیتوانید از هم جدا کنید. تنها کاری که میتوانید بکنید اینه که لجن روی این فرش بریزید، یعنی کاری که این پانتورانی ها میکنن که بیان به هویت ما ایرانی ها فقط توهین بکنن بدون هیچ فقط مدرکشون هم چیه؟ آقا هرودوت توی یه جمله اینه گفته، آقا 200 سال پیش یه نقاشی توی فنلاند یه همچین نقاشی کرده. خب آقا من یه برنامه یک ساعته با خانم بصیری در مورد شاهنامه داشتم، تمام این یکی یکی نه ایرانی بلکه خارجی حتی آتاتورک گفته اون سند آوردن که آقا شاهنامه چه. بعد ایشان حالا میاد میگه که شما به من یک سند نشان بدید که پادشاهان هخامنشی زرتشتی بودن. من اینه حتی با آقا یارشاترم گفتم. بابا یک مرد بزرگ، یک انسان فرهیخته در تاریخ معاصر ما بده 35 سال بوده چه اون انسان یارشاتره، یعنی که 300 سال پیش اگه کسی بخواد تاریخ ایران بنویسه مقامی که به یارشاتر میده همپایه فردوسی، به قاعده که این ایرانیکایی که این درست کرده تمام این لجنزارها رو کنار زده و ایران آورده بالا و به دنیا داره معرفی میکنه. اگه شما آقا ایران چه برو ایرانیکا رو بخواد، این به همت احسان یارشاتر یک انسان فرهیخته 90 و چند ساله. حتی من بی سوادم اگه برم اونجا بگم که آقا چهار تا فوش بدم، خب ایشون ساکت میشه حرفی نمیزنه. من میخوام از ایشون بپرسم آقا آقای احسان یارشاتر به جواب شما چی داد؟ ولی حالا من جواب شما رو میدم. در هندوستان دین هندو دین رسمیشان بوده، کی دین هندو درست شده؟ اینو به من اول جواب بده. همون طوری که کسی نمیتوانه بگه که ریگودا کی نوشته شده و دین هندو کی درست شده، تاریخی براش بذاره، یعنی از اون موقع تاریخ وجود نداشته، نه اینکه بشر وجود نداشته، یعنی کسی نمی اومده اینا رو بنویسه. همون موقع هم که زردشت دیدن شما به من برید سند نشان بدین کدام پادشاهان هندوستان در طول این تاریخ 7000 ساله دین هندو داشتن که ما بید. آقا جان
در اون موقع دیدگاه زرتشت یک دیدگاه سکولاریسم بوده. اصلا حالا نمیخوام وارد دین زرتشت بشم. سه فرمان داره، سه فرمان از دین زرتشت، من فقط اونه میدانم، حتی نمیخوام در مورد ریگودام با ایشان با وندادم نمیخوام صحبت کنم. این سه تا دین رسمی این مملکتی بود، یعنی آریایان 4000 سال پیش وقتی وارد فلات ایران میشن، آریایان میرن یه قسمتشون میرن هندوستان که اونا هندو میشن، یه قسمتشون میان ایران که اینها میبینن به عجب دین خوبیست، پندار نی، گفتار نی، کردار نی، این میشه دینشان. تا اینکه آخوندهای زرتشتی به وجود میان که اون حالا یک داستان دیگه است. و بر اساس این پندار و گفتار و کردار نیک بوده که کوروش میاد یک همچین فرمانی می نویسه که الان میشه لوحه کوروش. این استدلال من با جناب استاد اعظم آقای صدرالاشرافی. بنابراین حالا بگیم که آقا پس این فروهری که توی تخت جمشید هست، توی نمیتونم بیستون هست، پس این چیه؟ این مال که 2200 سال 2400 سال پیشه، پس این چیه؟ شما که میگین ما از زمان سعدی به وجود آمده، نه آقا این مال سومری ها بوده. خدای من، آقا شما اگر هم این فروهر در تخت جمشید نگاه بکنید، زیرش میبینید خورشید بالدارم هست. این خورشید بالدار حتی میشه ریشش در مصر، یعنی اون موقعی که اینها نور و خورشید و لایت و اینها رو میپرستیدن، اینها سمبول هایی هستن که ایرانیان قدیم از آموزهای زرتشت گرفتن و این روی سنگ حک کردن. کسی هم نگفته ما زرتشتی هستیم، کسی هم نگفته آقا اهورامزدا، حالا یه چیزی میگه آقا اهورامزدا، این میره روی لینگویستیک، البته ایشان استاد لینگویستیک هم هستن، که آقا این اهورا نمیدونم از باب اونه، این اونه، بابا همه اینا رو بذار کنار. ما ایرانی ها سه چیز داشتیم، یکی گفتار و کردار پندار نیک بوده مربوط به ابتدای تاریخه، یکی همین کوروش بوده که 300 سال پیش جفرسون آمده گفته آقا ما از اون الهام گرفتیم، 100 سال پیش هم لوحش کش شده، 2-3 سال پیش هم این لوحای توی تخت جمشید دارن میخوانن و فهمیدن با ما ایرانی ها چه ملت با تمدن و حقوق بشردانی بودن. بعدش هم آقا ما 400-500 سال هم زیر بار این مسلمان هایی 400 سال بودی، تا اینکه یه فردوسی هم پیدا شده اینا را سر هم کرده و آمده به ما این نشان داده. حالا من فقط از شما خواهش میکنم آقای سربی، این نامه آقای صدرالاشرافی شما بذارید ببینید که چی دل ما را سوزان که شروع کردیم به اصلا صحبت کردن. میخوان بخونمش یا فقط نه بذارین ایشون که ببینن که امضای خودشونه ببینن، چون ایشان آقای صدرالاشرافی همش حرف زده در طول این طول تاریخ که ما در 20 ساله ایشان به عنوان پانتورانی آمده روی کار، همش حرفه. یعنی بنده بی سواد، کم سواد، مهندس لااقل 10 تا کتاب نوشتم که شما کتابا رو دادم بهتون که آقا هر موقع به من ایراد خاصی بگیره بگو آقا در این صفحه اینجا شما اینه نوشتی. آقای صدرالاشرافی میاد میگه شاهنامه مزخرفه، من به آقای آقا شما بودی مزخرفه، میگه من نگفتم. خب آقا من حالا برم توی سب تا ویدیوی ایشان پیدا بکنم که آقا شما گفتید این مزخرفه اون مزخرفه، ولی آمده به شما نامه نوشته، این نامه رو اول شما نشان بدید که هست امضای ایشان پاک هست و بعد بخوانیدش تا اینکه ما بیایم در مورد این نامه صحبت کنیم. اجازه بدین پس من اینو سریع بخونم، شما یه استراحتی بکنید. دوستان، آقای ضیا صدرالاشرافی وقتی که این بحث کوروش بود و برنامه آقای مینویی بود و برنامه آقای چمنارا بود و راجع به اینکه کوروش قانون حقوق بشر و اینها، اولا ایشون یه برنامه‌ای داره که اصلا حقوق بشری وجود نداشته. حالا چه اینو همونجوری که آقای چمنارام گفتن، اسم آقای ضیا صدرالاشرافی رو به فارسی روی گوگل اگر سرچ کنید می‌بینید اون. ایشون نوشتن که آقای سربی گرامی با سلام،
نوشته پژوهشگر ارجمند آقای سهراب چمنالا را خواندم. به راستی به قول اهل منطق از مصادره به مطلوب ایشان حیرت کردم. بحث راجع به این موضوع و یافتن جواب منطقی به آن است که آیا استوانه کوروش کبیر یک منیفست یک فاتح و جهانگشاست که با صیغه شخص اول من از آن سخن گفته می شود؟ دو، یا مانند احکام دینی با مخاطب و صیغه دوم شخص مؤمنان تو است؟ سوم، یا مثل تمام قوانین از عهد باستان قانون این چیه قانون همورابی قوانین همورابی همینجا قاضی بابا این قوانین همورابی در شوش کس شده 300 یعنی حتی همورابی هم ما میتونیم به ایرانی ها بگه که آقا مال ما بوده، مال ایلامی ها بوده، بعد سومری ها از ما حالا همورابی تا امروز از جمله قانون آمریکا، انگلستان و فرانسه و ایران و مخاطب آن سوم شخص هر کس او است. اینکه چه کسانی از جمله اسکندر و تمام خوانندگان کوروپدی کزنفون سیروپیدیا و خود ایشان از کوروش کبیر متأثر شدند. این سیروپیدیا رو چون با فارسی می‌نویسن شده کوروپدی. چه ربطی به بررسی استوانه کوروش کبیر و تعیین نوع آن توی پرانتز منیفست شاهی بودنش به نام محتوای آن داره؟ قانون اساسی آمریکا و فرانسه و تمام کشورهای مدرن بعد از انقلاب سرمایه‌داری صنعتی، همونجوری که شما گفتید ایشون نقل قول کردید ازشون، به حقوق فردی انسان در آزادی و برابری و سکولاریسم برمیگردد که هیچ یک از اینها در عصر میانه و سنت مطرح نبود. لویی 14 معاصر نادرشاه تا لویی 16 1789 چه رسد به عصر باستان کوروش کبیر؟ آنها رئیس یک قبیله، ایل پارس، طایفه پازارگاد، عشیره هخامنش. به نظر میرسد به جای رجوع به موزه ها از ایشان بخواهید به دانشگاه های آمریکا و به خصوص دانشکده حقوق و سایر مراکز مربوطه رجوع کنند تا توهمشان رفع شود. به فکر اتهام زدن هم نباشند. انسان عاقل و علمگرا و انسان دوست که رو به ساختن آینده دارد و با ارتجاع حاکم که میخواهد کشورمان ایران را با قوانین عصر میانه به قهقرا ببرد مبارزه میکند. طبعا نه با کوروش کبیر متعلق به عصر باستان و نه با زرتشت اسطوره‌ای و نه با شخصیت مورد علاقه ایشان فردوسی. با این سه شخصیت همانند محمد و موسی و عیسی و سایر بزرگان دینی، سیاسی و تاریخی هیچ انسان عاقلی خرده حسابی نباید داشته باشد. بحث با مدعیانی است به قول حافظ که میخواهند در مبارزه با ارتجاع مذهبی عصر میانه اسلام تو پرانتز با ارتجاع مذهبی عصر باستان توی پرانتز زرتشت و یا همانند آخوندها با تعبیر و تفسیر شخصی از یک استوانه 43 یا 45 سطری و با اساطیر شاهنامه امامزاده دیگری بسازند. اشکال این است که همه اینها رو به سوی گذشته دارند و نه آینده و در صورت پیروزی هم جامعه ایران به جای رفتن به سوی آزادی و برابری و سکولاریسم یعنی عصر حقوق بشر و جامعه مدرن بلکه جامعه را به سوی نجات پرستی آریایی و خلوص زبان فارسی و به اسطوره های شاهنامه‌ای و زرتشتی می‌خواهند ببرند و هر کس جرأت نقد توی پرانتز نوشتن بیان جنبه‌های مثبت و منفی زرتشت و کوروش کبیر و شاهنامه فردوسی را همانند بایبل و قرآن به خود بدهند، همانند آخوندها و کشیشان در قرون وسطا تکفیرش می‌کنند و او را ضد ملی و خائن به مقدسات قلمداد نمایند. سخن را با بیت حافظ که تحلیل مدعیان دینی و سیاسی است تمام می‌کنم. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بی خبر بماند در جهل و بله شما رو جاهل و خودپرست باید نداره در... نه. حالا من فقط یه نکته میگم. شادکام باشید زیاد صدر شد. حالا یه نکته میگم. ببینید شما برید با آخوندی که 30 سال تمام رفته در فیضیه قم
یاد گرفته این واقعی کربلاره، متوجه هستید؟ 30 سال تمام کار و زندگیش این بوده، یعنی اصلا مغزه شده سنگ که آقا داستان کربلا از این، حتی از حرکت امام حسین از مدینه تا کربلا رو در نظر نمیگیره، فقط همون شب عاشوراست و تاسوعا و نمیدونم که. تو ما حالا بیاید عین صلح‌نامه معاویه رو با امام حسن جلوش بذارید، مبالغی که پول گرفتن امام حسن علیه السلام نمیدونم، همه اینا رو پیش بگید، اصلا و ابدا قبول نمیکنه. همونه که هست که اسب امام حسین به مدت 1 هفته علف نخورده، آقا میاد سخنرانی میکنه که بله حضرت اسماعیل گوسفنداش میاره صحرای کربلا، قبل از اینکه میاد گوسفندا علف نمیخوردن تا اینکه بگن آقا در این سرزمین خون امام حسین ریخته میشه. آقا فایده نداره. من اینه میخوام، ما مسلمان شیعه هستیم، این شیعه ما هم باز ریشه در اون هویت ایرانی ما داشته، یعنی وقتی که ایران ما توسط این اعراب بیابانگرد با استفاده از آیات جهاد قرآن، که البته باید این بحث جداگانه باشه که ای کاش ما می آمدیم با هم می نشستیم با آقای افشارها صحبت می کردیم، چون من با تمام افرادی که صحبت کردم تنها کسیه که دیدم منطقی حرف می زنه آقای افشارها، می خواستم از این یاد بگیرم بیا با من بیشتر صحبت کنم، با شما بحث کنیم در مورد قرآن، با هر کسی که شما، این فایده نداره. ما این شیعه مانه آمدیم از حضرت علی روی کردمش رستم، دو تا حضرت علی وجود داره، یک حضرت علی اسطوره‌ای، یک حضرت علی تاریخی. تاریخی اون چیزی که سنی ها قبول دارن، اسطوره‌ای اون چیزی که ما شیعه ها قبول داریم. ما دین جدید ساختیم به نام شیعه، ما برای خون سیاوش و کاری که تورانی ها سر سیاوش آوردن سالها هزاران سال گریه می کردیم، بنابراین امام حسین آوردیم کردیمش سیاوش برای گریه کردیم. بنابراین شما وقتی میرید توی ریشه های شیعه هم نگاه میکنید ببینید که این ریشه های آموزه های زرتشت توش هست. حالا نمیخوام سخنی خلاف اعتقادات مذهبی کسی گفته باشم، ولی دارم میگم علت اینی که شیعه، اصلا به نقشه دنیا نگاه کنید شیعه ها کجا هستن، ببینید که همین امپراتوری ایران در اون مرکزش هستن، این شیعه ها هستن. چرا؟ گفتن آقا ما نمیخوایم این دین وهابی سلفی شما را قبول بکنیم، ما میخوایم شیعه باشیم، ما میخوایم یه دین اسلام داشته باشیم، قرآن قبول داریم، همه قبول داریم، ولی اینم روش ماست. حالا که 300 سال پیش انگلیس ها رفتن از هندوستان یه نفر اجداد آقای باقر مجلسی آوردن و شیعه رو به این شکل امروزی کردن، اون بماند، بحث دیگه است. حالا میفهمید که واقعا من چرا خواستم بیام صحبت کنم، چون واقعا ایشان رو شما ویدیوهاش نگاه کنید ببینید که آقا در تمام تلویزیونایشان میره صحبت میکنم، همه به عنوان کسی که 50 ساله داره در مورد یک جمله هرودوت نتیجه گیری میکنه، یک جمله هرودوت، یه هرودوت دروغگو، افسانه ای که بهش میگن تل هرودوت. بله حالا اگر ممکنه به عنوان که اینشان میگه سند بیار، اون عکسای شماره 1 و 2 که من داستان اسموتسونین و سقف کاخ دادگستری آمریکا، اگر اون ممکنه در صفحه بذارید. بله اون رو باید پیداش کنم، تا اون لحظه اجازه بدید که من از شما انتقاد کنم یا سوالی که دوستان هم میپرسن. ضمن اینکه این برنامه داره مستقیما از فیسبوک هم پخش میشه، تشکر میکنم دوستانی که از طریق فیسبوک با ما هستن، مخصوصا آقای سبا تبار، یکی از شاعران کانادا که مدت ها بود ما ایشون رو نداشتیم. در هر صورت آقای چمنارا، شما آموزه های زرتشت رو میگید که به قول آمریکایی‌ها top of the line، بعد خودتون قبل از اینکه حتی کسی بگی خب پس چرا شما زرتشتی نیستید، میگید ضمناً من یک شیعه هستم، بعد خودتونم بلا فاصله میگید که شیعه نوع جدید از زرتشت هست. نه اشتباه کردم؟ نه من همچی چیزی نگفتم. گفتم آقا الهام بخششه، همونطوری که آقا قانون اساسی آمریکا رو نیامدن از روی گزنافون بنویسن،
الهام بهشان داده. این مردم ایران، مردمی که در این فلات بودن، آدمهایی بودن متفکر، دیندار، خدا پرست، نمیدونم، همیشه یک باره گیر این عربای بیابانگرد افتادن. خب به زور شمشیر گفتن باشه قبول، ما مسلمان حربی نداریم. ولی گذشته، سالها گذشته، گفتن آقا ما میخواییم یه خورده اینه اصطلاح رنگ آمیزیش کنیم، جلایی بهش بدیم. آمدن از اون الهاماتی که از نه دین هندویزم که در هندوستان برقرار بوده در ریگوداها، بلکه از آموزه های زرتشت که اینها باش بزرگ شدن هزاران سال، آمدن یک مذهب جدید، دین جدید هم نه، مذهب جدیدی درست کردن که شاخ. الان هم در خود اسلام شما هزار تا مذهب دارید، مذهب اسماعیلی دارید، مذهب سنی دارید، مذهب نمیدونم شافعی دارید، نمیدونم حنفی دارید، هزار تا. شیعه هم یکی از اینا، منتها شیعه هم خودش صد نوع هست، از باهایی بگیر که شیعه هست، منتها شیعه ایست که میگه که دوازدهم آمده و رفته و این تمام شده، از دو امامی دارین، سه امامی دارین، چهار امامی دارین، پنج امامی دارین، شیش امامی دارین، همه اینا. داره میگه مبنای شیعه که آمده از حضرت علی. آقا شما سوره معراج بخونید، شیعه آمده گفته آقا حضرت علی وقتی که حضرت محمد رفته معراج، قبل از اون رفته بوده، شیعه بعد این آمدن از حضرت علی رستم ساختن، همون اسطوره های رستم. چی گفتم؟ افکارشون تحت تأثیر اونها بوده، نه اینکه زرتشت آمدن کردن. بله، من ممنونم از شما. شما در رابطه با آقای یارشاطر صحبت کردید، اجازه بدیم به دوستان بگم که ایشون هم به دلیل کبر سن، هم به دلیل مریضی هایی که دارن، الان در وضعیت بسیار بدی هستن، یعنی حتی گفته میشه که دیسیبل یا هندیکپ شدن. اینو امروز صبح برای من یکی از دوستان نوشته. در رابطه با آقای دکتر نصر احمدی صحبت کردید که مرسی، ممنونم، چون دیروز ایشون دو تا پیغام گذاشته بود دیشب و من امروز صبح تماس نگرفتم. بعد از برنامه، چون ایشون در کالیفرنیا است، تماس میگیرم. درباره آقای افشارها صحبت کردید. به آقای افشارها میگم که شما باز یه بار دیگه هم تقریبا مثل دعوت بود که بیان، چشم، این کار انجام میدم. و اما درباره مصاحبه‌ای که با خانم بصیری یا خاله‌گیلی خود ما داشتید، این لینک رو اگه برای من یه بار دیگه بفرستید، اون رو هم ما پخش میکنیم در تلویزیون مردم تا دوستان اون مصاحبه رو بشنوند، چون دیدم خیلی شاهنامه است. فقط متوجه هستید در هر صورت اینم از این. و هنوز شما به من نگفتید اگر آموزه های زرتشت خوبه، چرا شما زرتشتی نیستید؟ آیا آدم آقا من پدرم مسلمان بوده، مادرم مسلمان بوده، مسلمان متولد شدم، نمیتوانم غیر مسلمان. مثل این مونه که من چمنها را نیستم، شما سربی نیستید. آقا دین چیزیست که شما به ارث میبرید، این چیزی نیست که شما بگید. من یک مسلمان هستم، ناشر قرآن پویتیک، به انگلیس ناشرش هم نه نویسنده، دو تا قرآن کرانیکال، قرآن راستین، شرکت کتاب نوشته، قواعد ما اونجا نوشتم برای دانشگاه الازهر. من مسلمانم، نمیتوانم بگم مسلمان نیستم. این دین چیزیش. آخه اینایی که میان امروز به قول خیلی آمدن مسلمانن شدن مسیحی، آقا بابا آخه نمیشه، تو مسیحی هستی، من برو کلیسا بشین کلیسا رو. همونطوری که تمام این چیزهایی که در ترکیه هست همه کلیساهای ارمنیا بوده، اینا آمدن یه لا 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 محمد رسول الله، یه مورد حکومت چیز صنایع اسلامی خودشان، تمدن اسلامی خودشان معرفی کرد. خیلی از کلیساهای دنیا همینجور هست که وقتی اسلام حمله کرده، گرده همه رو کرده مسجد، مسجد کرد. الان هم توی هندوستان دعوایی که 5-6 سال پیش بود، تمام اینا از خود همین مسجد الاقصا، مسجد الاقصا وجود داشت، مسجد الاقصا خود معبد یهودی بود، آمدن بالاش مسجد. حالا باید بحث دین نشی، بهتره تو هم چارچوب این فقط بنده همین. خب برگردیم به روز مموریال. شما از من یه سوالی کردید، من جواب شما رو دادم، گفتم شما از من نپرسید اگر من آمریکایی باشم و یه روزی به نام گرامی داشت اونهایی که
سکریفایس کردن، جان خودشون از دست دادن، و یه نفر بیاد توهین کنه به واشنگتن، یه نفر بیاد به اینها حتی توهین کنه. شما از من پرسیدید چه کار میکنید، من گفتم شما چون میگید آمریکایی، اگه آمریکایی بی سوادی باشم ممکنه عکس العمل نشون بدم، تعصب داشته باشم، طرفو بزنم، مجروح کنم. اگر یه آمریکایی منطقی با منطقی باشم میگم خب این نظرشه، یکم باهاش صحبت میکنم آگاه بشه، نشدم کاری بیکارش ندارم. ولی من حالا این سوال از شما میکنم، شما به افرادی که به چیزایی که شما باور دارید، حالا اونها یا درست هستن یا نیستن، ولی شما باور دارید اگر بی احترامی کنن، توهین کنن، شما چگونه با اونها رفتار میکنید؟ من همین رفتاری میکنم که الان آمدم کردم. آقای صدر اشرافی الان 20 ساله برای تمام ویدیوهاش 50 برنامه در تلویزیون مردم میهن داشتن با آقای بهبهانی، بنده همه رو لایک زدم، حتی جملات طلاییشان به عنوان کامنت نوشتم که من که نشان بده که من تمام حرفاشان گوش دادم. یکی از بهترین حرفاشان اینه که حقیقت جز دروغ کامل است و ایشان دقیقا همین کار میکنه. یعنی اینکه یک جمله از هرودوت پیدا میکنه، بر اساس اون میاد یک دروغ بزرگ درست میکنه. که کوروش آدم خونخوار بوده، کوروش یک جهانگیر بوده، کوروش یک آدم پس فطرت بوده، کوروش یک حقیقت جزء میکنه دروغ بزرگ. بنده همین کار میکنم، نه ادعای اسکالرشیپ دارم که نمیدونم، که من یه آدم معمولی هستم، کارگر هستم، در تمام طول این مدت هم همه تو کار کارگری بودم، کارگر مهندس بودم. ایشان 50 سال به چیز خودش در رزومه خودش در همون سرچ بکنه نوشته، تمام کارش این بوده که بره تحقیق بکنه. و تمام ویدیوهاش هم که نگاه بکنید که شاید 100 تا 200 تا 300 تا نمیدونم چند تا میشه، همش بر اساس این ستا که آقا بعد به زردشت بگه، بعد به کوروش بگه، و بعد به آقا میکنه اول سر میگه شعری از فیلسوف بزرگ خیام میگه. آقا خیام شاعر نبوده. خیام در این کتاب 4 صفحه، من در مورد این کتابم شما دارید، برید توی صفحه، حتی میتونید دانلودش هم بکنید، صفحه 34 است. خود خیام به زبان خودش داره به فردوسی میگه آقا من ریاضیدان بودم، منجم بودم، این کار کردم، اون کار کردم، محاسبم با 16 عدد اعشار این کار کردم، در کنار این محاسبات من یه چند تا شعر نمیشم 100 سال، 50 سال بعد از این که من مردم یه عده آمده این شعرهای من نشید، که بعد از تمام مدت ها که گذشته یه دفعه فیتجرالد آمده شعرهای منه تجربه هم ما رو به عنوان یه شاعر میسن، در حالی که من شاعر نبودم، خود خیام، نه اینکه من دارم از قول اون میگم. مثلث پاسکال تا 100 سال پیش بوده، مثلث پاسکال، بابا مثلث پاسکال ماله 700 سال پیش، خیام اینه کج کرد که حالا چون خیام شد خیام گفتم مثلث پاسکال خیام، معادله نیوتن خیام، در حالی که هنوزم اسم اونا. ایشان میاد ایشان میکنه فیلسوف، چرا؟ فقط میخواد فردوسی کوچیک بکنه، در حالی که فردوسی فیلسوف بوده، تاریخ نویس بوده، شاعر بوده، نمیدونم پدر زبان فارسی بوده، همه چیز ایران بوده. یه شعری از خیام میگه، حالا نمیدونم کوزگر و کوزخر و کوزفروش، به به چه فلسفه پشت این هست، نگاه کنید، بعد نرید مزخرفات شاهنامه رو بخونید، بمیرید خیام بخونید. بندم همین حرفی میزنم که شما زدید، یعنی ما با کسی تسبیقه هنوزم که هنوز ایشان رو به عنوان استاد قبول داریم، منتها تحقیقات ایشان هم قبول داریم، رفته تحقیق کرده، ما بهش میگیم آقا به جای هرودوت برو گزنفون رو بخونید، گزنفون بیشتر محبوبیت داره در تمام دانشگاه های دنیا. تاریخ قانون اساسی آمریکا با الهام، نه اینکه از روی لوحه کوروش کبیر نمیشه. لوحه کوروش کبیر یک سند تاریخی است که نشان میده که مملکت داری کوروش چطور بوده. اینها برای زبنده است. حالا من دارم به شما اینه گفتم شما فقط مجسم بکنید. آقا کجا دیدی؟ در یک کشور 1 میلیاردی هندوستان یک نفر بیاد بگه گاندی جاسوس انگلیسا بوده.
نگاه کن، ببین گاندی یک شخصیت متعلق به هندوستان تنها نیست، گاندی یک شخصیت جهانیه مثل کوروشه که همه قبولش داره، همه به عنوان نمیدونم چی قبولش داره. حالا فرض کنیم امروز یکی آمد گفت یه هندی، یک هندی شما به من معرفی کنید، یک هندی، اگر یک هندی بیاد بگه گاندی جاسوس انگلیس ها، باید تمام این کار استقلال اینه از خود نقشه انگلیس ها بوده و از خود اینا هندی گاندی کرده. نگاه قیافش بکن، یه مثل یه چیزی میندازه روش، همش با همش دروغه و اینا، یه همچی کسی این توی یه میلیارد اگه یه نفر یه پیدا که بهش میگن چی؟ بیا آقای چمن آرا، من همین الان زدم که نوشته بریتیش سیکرت سرویس ایجنت مهاتما گاندی. هست شما بیاین مارتن لوتر کینگ مثلا در خود آمریکا بگیم. نه حالا که صحبت به اینجا رسید، دو سه روز گذشته صحبت از این شده که آقای خمینی وقتی که در نوفلشاتو فرانسه بوده با آقای کارتر در تماس بوده، حتی فرستاده. آقا هو کیرز، به قول من هو کیرز، دم همین بدبختی ما همینه که ما بند کردیم به این که آقا 28 مرداد کودتا بود یا نمیدونم رستاخیز بود. آقا خمینی این بود، آقا مملکت ما الان گرفتار تو اون زندانی که عرض کردم، ما 5 میلیون که هستیم، بیاین آقا باید آقای نصر احمدی پیدا شده اینجا، بیاید اینه بین یه قانون اساسی بنشین با هم توافق بکنیم روی این، بره آینده فکر کنیم، به سال 2020 نگاه کنید که میخواد جنبش بشه در ایران. آقای چمن آرا، خمینی نمیدونم جاسوس سیاهی بوده یا اینکه از طرف خدا آمد. ممنونم از شما، با آخر وقت رسیدیم. بعد از برنامه شما با آقای احمدی، نصر احمدی هم تماس میگیرم و حتما شما رو در جریان میذارم. مرسی که با ما بودید و دوستان میتونن با شما روی فیسبوکتون نشون دادم صفحه رو خیلی مستقیم و خوب تماس بگیرن، شما خیلی به موقع پاسخ میدین، از این بابت ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. اگه از این طرفا باز رانندگی کردین با اون ماشین اهورا مزداتون خوشحال میشم بله که در خدمتتون باشم. خیلی ممنون و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا حافظ، خدا نگهدار، با امید دیدم. دوستان عزیز، با آقای مهندس سهراب چمنارا بودیم، کتاب های ایشون هست. حالا در اون مجموعه ای که کتاب ها رو معرفی میکنیم به کتاب های ایشون هم میرسیم. البته دفعه قبل به من گفتن تو ماشینم کتاب دارم ولی برای دیگران آوردم، قرار شد برای من پست کنن، هنوز یادشون رفته و منتظر هستم. آقای چمنارا، روز روزگار بر شما خوش. برنامه بعدی آقای حسن ارشاد از ایران هستن. مرسی، خیلی ممنون آقای چمنارا که با ما بودید. خدا نگهدار.